بهرویش. فضای خالی بین ذرات خاک تخلخل یا خلل و فرج خاک نامیده می شود که اساساً شامل حفرات می باشد. وقتی خاک به نقطه اشباع می رسد، همه خلل و فرج خاک با آب پر می شوند. این حالت پس از بارندگی سنگین یا بارندگی طولانی و یا آبیاری اضافی مزارع رخ می دهد. گیاهان می توانند آب موجود در حفرات کوچک با اندازه قطر بین 0.2 تا 60 میکرومتر را جذب نمایند. بهرویش. آب موجود در این حفرات را در اصطلاح آب در دسترس گیاه می نامند. زمانی که همراه این حفرات از آب تخلیه شوند، خاک به نقطه پژمردگی دائم رسیده است. مقدار آب در دسترس گیاه اساساً به بافت خاک بستگی دارد. خاک‌های شنی که نسبت بالایی از ذرات درشت دارند، اساساً حفرات بزرگی را می‌سازند. در حالی که خاک‌های روسی با داشتن نسبت بالایی از ذرات کوچک، حفرات کوچک و ریز را می‌سازند. نتیجه این که خاک‌های شنی اشباع مقدار زیادی از آب را به واسطه زهکشی از دست می‌دهند، زیرا که بالغ بر 29% حجم کل این خاک از حفرات درشت تشکیل شده است. در مقابل در خاک‌های روسی فقط 6% حجم کل خاک از حفرات درشت تشکیل شده است، اما 22% آن از حفرات ریز درست شده است. در مجموع بهترین شرایط برای رشد گیاه در خاک‌های لومی که 29% آن را حفرات کوچک تشکیل می‌دهد وجود دارد. بهرویش. به هر حال در خاک خشک امکان ندارد تمام آب در دسترس گیاه بدون آنکه گیاه دچار تنش خشکی شود جذب گیاه گردد. در این حالت وقتی رطوبت خاک به نقطه پژمردگی دائم برسد ممکن است باعث مرگ گیاه گردد. مقداری از آب در دسترس گیاه که میتواند بدون ایجاد هر نوع تنش خشکی توسط گیاه جذب شود در اصطلاح آب در دسترس سهل الوصول نامیده میشود. این آب با حفرات با قطر بین 5.1 تا 60 میکرومتر جای دارد. www.behruyesh.ir